أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين، وبعد. برادران وخوهران مسلمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خود را و شما را به تقواداری خداوند مهربان وصیت می نمایم و متذکر می گردم که بهترین کتاب، کتاب خداوند مهربان است و بعد از آن بهترین راه هدایت بشر در سنت و ارشادات پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر کرده است. وصیکم و نفسی بتقوی الله عز و جل، فا این اصدق الحدیث کتاب الله و خیر الحدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. برادران و خواهران مسلمان، با هم یک ساعت مجلس داریم در چوکات آیت و حدیث، در چوکات اطیع الله و اطیع الرسول. آرزو داریم که خداوند مهربان این لحظات تعلیمی ما شما را به روز آخرت در میزان حسنات ما شما به عبادت، به عمل صالح و به صدقه جاریه به شمار ببرد و همه ما شما را مستفید بگرداند از مانند این مجالس اسلامی. و آرزو داریم که خداوند مهربان علم، ایمان، اخلاق و عمل صالح ما شما را بیشترتر و خوبتر بگرداند. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران مسلمان، با هم یک ساعت مجلس داریم و درس امروزه ما شما بخیر و خوبی تحت عنوان منهج النبی صلی الله علیه و سلم فی التربیت و التعلیم، منهج پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در قسمت تربیه و تعلیم، تعلیمات مبارک، منهج مبارک، هدی مبارک، ارشادات پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و منهج پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در قسمت تربیه و تعلیم امتش. درس زیبا و درس خوبی است ان شاء الله. آرزو داریم که خداوند مهربان همه ما شما را مستفید بگرداند و همه ما شما را عنصر صالح در فامیل صالح و در جامعه صالح قرار دهد ان شاء الله. و آرزو داریم که خداوند مهربان همه ما شما را از ضمن امت رسول الله صلی الله علیه و سلم به روز آخرت حشر نماید. اللهم احینا مسلمین، اللهم توفنا مسلمین، اللهم اجعلنا من امت محمد صلی الله علیه و سلم، اللهم الحقنا بنبینا محمد صلی الله علیه و سلم، اللهم ارزقنا شفاعته یوم القیامه، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعه، اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأئمتنا ولمشائخنا ولذوي الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. آمين يا رب العالمين. منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربية والتعليم، منهج پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم در قسمة مسألة تربية وتعليم أمتش. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. سورة آل عمران.
طاعت خداوند و طاعت پیغمبر او را داشته باشید، ممکن در رحمت خداوند مهربان شامل گردید. اخرج الامام احمد عن عمران ابن حسين رضي الله عنه انه قال صحابي جليل تحت اسم عمران ابن حسين رضي الله عنه فرمودند نزل القران قران كريم نزل شد نزل القران وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن و پیغمبر صلى الله عليه وسلم ارشادات مبارک خود را سنت خود را تشریح کردند. قرآن کریم نازل شد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم ارشادات خود را سنت خود را بیان کردند، تشریح کردند. ثم قال بعدا فرمودند اتبعونا، از ما پیروی کنید. فوالله ان لم تفعلوا تضلوا، مرا قسم به خداوند که اگر شما از ما پیروی نکنید گمراه می شوید. از خداوند و از رسولش پیروی نمایید. نزل القرآن وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن ثم قال اتبعونا، قرآن کریم نازل شد و پیغمبر صلى الله عليه وسلم سنت خود را، احادیث مبارک خود را، ارشادات خود را بیان کردند و بعدا فرمودند که از ما پیروی کنید، از قرآن کریم و از ارشادات پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم. اتبعونا، از ما پیروی کنید. فوالله ان لم تفعلوا تضلوا، مرا قسم به خداوند که اگر شما از ما پیروی نکنید به گمراهی واضح دوچار می شوید. پیروی کردن از خداوند و از رسولش، پیروی کردن از قرآن کریم و از ارشادات پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب خداوند است و سنت پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم. إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب خداوند است و سنت پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم است. فمن قال بعد ذلك شيئا برأيه، بعد از آن اگر کسی نظریات خود را پیش می کرد بعد از قرآن کریم و بعد از ارشادات پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، اگر کسی ارشادات خود را یا نظریات خود را پیش می کرد فمن قال بعد ذلك شيئا برأيه، اگر کسی نظریات خود را بعد از قرآن کریم و بعد از ارشادات پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اظهار کرد، آن را پیش کرد، فما ادری افی حسناته یجده ام فی سیئاته، نمی فهمم که نظریات آن شخصی که ذکر می گردد آیا در صحیفه اعمالش در حسنات برایش گذاشته می شود یا در سیئات برایش گذاشته می شود. انسان اشتباه می کند، اما پیروی درست را ما شما از کتاب خداوند و از سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می داشته باشیم. قول حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما اخرجه ابن عبدالبر فی جامعه از کتاب حیات الصحابه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند ترکت فیکم امرین، دو چیز را برای شما باقی ماندیم، لن تضلوا ما تمسكتم بهما، هیچ وقت گمراه نمی شوید اگر شما به این دو چیز محکم و استوار باشید، کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و سلم، کتاب خداوند و سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. و الحدیث رواه ابو داود نقلا از کتاب حیات الصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، إيمان داشته باشيد، إيمان بياوريد بخداوند برسولش و بنور كي خداوند آن را نازل گردانيده است. نور خداوند كلام رب العالمين مي باشد، قرآن كريم. بخداوند با پیغمبرش با كلام خداوند مهربان با نور كي آن را خداوند نازل گردانیده است، به همه این مسائلی که ذکر گردید ایمان داشته باشید. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير، سوره التغابن. و خداوند دانای بهتر است به اعمال شما. به خداوند و به پیغمبرش ایمان داشته باشید، به ارشادات خداوند
به ارشادات پیغمبرش ایمان و عقیده داشته باشید، به قرآن کریم به شکل مخصوصی که عبارت از نور خداوند مهربان می باشد به آن محکم و استوار باشید، عقیده و ایمان داشته باشید. هذا هو الاسلام، این دین اسلام می باشد. و هذا هو الدین، این اسلام است و این دین ما شما می باشد. و ان الدین عند الله الاسلام، و دین نزد خداوند اسلام می باشد. خداوند پیغمبرش، کتاب رب العالمین، عقیده کامل به این مسائل داشته باشیم. آیت مبارک 8 سوره التغابن. برادران و خواهران مسلمان، در اساسات درس امروزه به عنوان منهج پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در قسمت تربیه و تعلیم امتش، در اساسات این درس به این عنوان داخل می گردم. آرزو دارم که خداوند مهربان ایمان، اخلاص و علم نافع و عمل صالح ما شما را بیشترتر و خوبتر بگرداند. انه علی کل شیء قدیر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإيمان والإخلاص وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حديث صحيح رواه الحاكم. من فرستاده شدیم تا خلاهای اخلاقی شما را تکمیل بگردانم، شما را به سوی اخلاق، به سوی مکارم اخلاق، اخلاق فاضله و حمیده شما را متوجه بگردانم. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. من فرستاده شدیم تا اینکه خلاهای اخلاقی شما را تکمیل بگردانم. وقال صلی الله علیه و سلم ان الله لم يبعثني معنتا ولا متعنة ولكن بعثني معلما وميسرا. رواه مسلم. خداوند مهربان مرا نفرستاده است که سختی ها و مشکلات را سر شما ایجاد کنم، مرا نفرستاده که دین را سر شما سخت بگیرم، اما خداوند مرا فرستاده است که معلم باشم، رهنمای باشم، پیشوای باشم، معلما و میسرا و آسان کننده باشم، معلمی باشم، معلمی است که از نزد او می آموزیم، منهج یک معلمی، یک استاد، یک پیشوای، یک پیغمبری، منهج پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که اشرف الانبیا والمرسلین می باشد، سید بشر می باشد. منهج پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در تربیه و در تعلیم امتش. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. برای شما یک پیشوایی خوبه، یک مثال و نمونه خوبه در حیات، در زندگی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، در گفتارش، در اعمالش، در اوامر و نواهی او می باشد، از آن پیروی درست را داشته باشید. برادران و خواهران مسلمان، ده مثال را در قسمت اول پروگرام به خدمت شما تقدیم می دارم. مثال های خوبی است برای یک معلم و یک مربی که منهج درست و سلیم را در قسمت تربیه و تعلیم و اخلاقیات و فضائل برای امت خود تشریح می دارد. ده مسائل خوبی ذکر می گردد، اکثرا مسائل صفات مربی و معلم می باشد و همچنان مسائل اقوال زیبا و ارشادات خوبی است. بعدا در قسمت دوم درس انشاءالله همچنان ده مثال دیگری را داریم به ارتباط مسائل تطبیقی که ارشادات پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم عملا صورت گرفته است، به شکل تطبیقی باز مسائل خوبی می باشد انشاءالله. آرزو دارم که همه ما توجه سلیم، توجه درستی را به مطالب درس امروزه داشته باشیم انشاءالله، و خداوند مهربان همه ما شما را شامل بگرداند در فضیلت مجلس ایمانی، مجلس اخلاقی، مجلس ارشادات پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. در مثالی که در قسمت اول درس امروزه ذکر می گردد عبارت از مسائل ذیل می باشد. اولا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان ذو فصاحة. الزمن منهج يا هدي يا أسلوب پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم
در قسمت تعلیم بالخصوص فصاحت را داشتند، فصاحت زبان را داشتند، هر کسی که صحبتهای او را میشنید میفهمید. قالت عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه رواه مسلم. پیغمبر صلى الله عليه وسلم صحبت میکردن صحبت واضح، آهسته آهسته کم کم واضح واضح صحبت میکردن، هر کسی که به صحبتهای مبارک گوش میداد آن را حتی میتوانست که حفظ کند، می فهمید صحبت های مبارک را. و کان صلی الله علیه و سلم یحدث حدیثا لو عده العاد لاحصاه. متفق علیه. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که صحبت می کردند اگر کسی می خواست که کلمات جملات او را حساب کند می تانست که در یک جمله چند کلمه صحبت می کردند. اگر کسی میخواست که جملات او را حساب کند و کلمات او را حساب کند میتونست در یک جمله چند کلمه را صحبت میکردند و در یک موضوع چندین جمله را صحبت میکردند، چندین کلمات را صحبت میکردند. اگر کسی میخواست که آن را حساب کند میتونست که آن را حساب کند و میفهمید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میگفت. كان صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. دوم كان صلى الله عليه وسلم ذو أدب وحياء. پیغمبر صلى الله عليه وسلم أدب داشتند وحياء داشتند، از ضمن هدي از ضمن منهج از راههای تعلیمی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در مسئله تربیه و تعلیم باز صفات حسنه یک مربی و یک معلمی که ذکر می‌گردد صاحب ادب و صاحب حیا بودند، نزاکت ها را مراعات می‌کردند، با حیا بودند، با نزاکت بودند، با اخلاق بودند. قال ابو بکر الصدیق رضی الله عنه يا رسول الله لقد طفت في العرب وسمعت فصحاءهم فما سمعت أفصح منك فمن أدبك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه فرمودن كي يا رسول الله در قبيله های عرب گشتم و گوش دادم به کسانی که صاحبان فصاحت و بلاغت بودند، به فصحایشان به بلغایشان گوش دادم و از تو کرده فصیح‌تر پیدا نکردم، فصیح زبان‌تر زبان فصاحت را داشتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فمن ادبک، این ادب را این تعلیم را برای تو کی آموختند؟ قال صلی الله علیه و سلم ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. مرا خداوند ادب را آموختند و بهترین ادب را، بهترین تربیه، بهترین تعلیم را، بهترین نزاکت را، بهترین ادب را خداوند به نصیبم گشتند. از کتاب تاریخ الدعوت و دعات. و قال صلی الله علیه و سلم الحیاء من الایمان. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که حیا جزء ایمان است، بخشی از ایمان است، پیوند ایمان است. الحیاء خیر کله و حیا همیش آورنده خیر می باشد رواه مسلم. الحیاء لا یأتی الا بخیر. متفق علیه. و حیا همیش در آن خیر می باشد. صاحبان حیا باشید. ان لكل شيء ان لكل دين خلقا و ان خلق الاسلام الحیاء. هر دین برای خود اخلاق را دارد و اخلاق برجسته اسلام حیا می باشد. اخلاق اسلام حیا می باشد. حیا جزء اخلاق، جزء ایمان بنده مؤمن می باشد. حدیث حسن رواه ابن ماجه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم صاحب ادب بودند، صاحب حیا بودند. سوم الاخلاص. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم اخلاص داشتند در دعوت خود. یک معلم و یک مربی ضرورت دارد که مخلص باشد،
در قسمت تربیه و تعلیم و منهج را که به دیگران تدریس می نماید. الاخلاص ان يكون العمل لوجه الله تعالى وان يبدا الانسان بنفسه. عمل ما خاص به رضایت خداوند مهربان باشد و انسان از خود شروع می کند. چیزی را که می آموزد خودش اول مستفید می شود، سر خود تطبیق می نماید، به دیگران آن را نشر و تدریس می نماید. و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء سوره البینه. سرشان امر شده که عبادت خداوند مهربان را داشته باشند، به اخلاص، پاک و پاکیزه، حنیف، صادقانه و از قلبهایشان عبادتشان به خلوص بر رضایت خداوند مهربان صورت بگیرد. و امر اهلک بالصلاة و اصطبر علیها سوره طه. سر فامیل خود امر کن به نماز و خودت نیز پابند نماز باش. انسان از خود شروع می کند، ارشادات را که یاد می گیرد سر آن عمل می داشته باشد انشاءالله. چارم التقوى، مسئله تقوى داری، پرهیزکاری. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. ای کسانی که ایمان آورده اید پرهیزکار باشید، با تقوا باشید و صحبت را نمایید که صحبت درستی باشد، قول حسن باشد، صحبت خوبی باشد. سوره الاحزاب آیه مبارک 70. پنجم، از ضمن صفات مربی، مسئله العلم والامانه، علم و امانت می باشد. امانت علم را بالخصوص مراعات نمایید و قل ربی زدنی علما، و همیش دعا کنید که خداوند علم شما را اضافه نماید. صاحبان علم باشید، علمی مزید را داشته باشید تا بتوانید که خدمت بیشتر را داشته باشید و همچنان امانت کار باشید در قسمت علمتان. آیت را آیت بگویید، حدیث را حدیث بگویید و قول عالم را قول عالم بگویید و مسائلی که در آن نظریات می باشد آن را شما هیچ وقت مقدمتر از قول خداوند و رسولش و از اقوال اصحاب کرامش مقدمتر ذکر نکنید. صاحبان تواضع باشید، با علم و با امانت باشید. طلب العلم فریضة على كل مسلم رواه ابن ماجه. و طلب علم فرض سر هر فرد مسلمان، مرد باشد یا خانم باشد، خرد باشد یا کلان باشد، عرب باشد یا عجم باشد، سر هر فرد مسلمان طلب علم شرعی فرض می باشد. والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون سوره المعارج. کسانی که امانت کار هستند به عهد و پیمان خود استوار و محکم هستند. امانت کار باشید، وفادار باشید به عهد و پیمانتان. امانت علم را بالخصوص مراعات نمایید. الحلم و الصبر، حلیم باشید، با صبر باشید در قسمت تعلیم، در قسمت تربیه. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین سوره آل عمران. کسانی که غیظ خود را، قهر و غضب خود را کنترل می کنند، آن را نگام می کنند، بیرون نمی کشند، غضب خود را حمایت و کنترل می کنند و از مردم گذشت می کنند. والعافین عن الناس، عفو می کنند مردم را. والله یحب المحسنین، خداوند دوست دارد بندگان محسن خود را. ولمن صبر و غفر ان ذلك لمن عزم الامور سوره الشورى. کسانی که با صبر اند و گذشت را در میان میگذارند، از ضمن عزائم امور، مسائل برجسته و مهم قرآن کریم و ارشادات دین اسلام می باشد و آن محکم می باشند. ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني. شخص آمد نزد پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم و سوال کرد که رسول الله مرا وصیت کن. قال لا تغضب، برایش فرمود که قار نشو. فردد مرارا قال لا تغضب، چندین بار آن شخص باز هم سوال خود را تکرار کرد که یا رسول الله مرا وصیت کن. پیغمبر صلى الله عليه وسلم عین جواب خود را برایشان دادند که قار نشو، با صبر باش، با تحمل باش، بردبار باش، حلیم باش، با صبر باش تا اینکه تربیه و تعلیم را به مردم برسانی. حدیث مبارک رواه البخاری. هفتم، رحمت و شفقت را سر مردم داشته باشید.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سوره آل عمران آیت مبارک 159. چون رحمت خداوند مهربان است که به اساس رحمت خداوند با مردم نرم استی، ملایم استی، صحبت هایشان را گوش میگیری، مردم سر تو جمع هستند. اگر قلب قاسی را می داشتی، قلبی که در آن قسوت و شدت می بود، مردم از تو دوری می کردند، پراگنده می شدند، سر تو کسی جمع نمی شد. رحمت داری، شفقت داری، انسانیت داری در مقابل مردم، مردم سر تو جمع هستند. یک معلم خوبی، یک شخصیت خوبی، یک انسان خوبی هستی. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. سوره الانبیاء. و تو را فرستادیم تا اینکه رحمت باشی برای تمام عالم، رحمت باشی، رحمت و شفقت داشت پیغمبر صلی الله علیه و سلم سر امت خود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله رفیق يحب الرفق في الامر كله. متفق علیه. خداوند رفیق است به معنی اینکه رفق و سهولت را خداوند دوست دارد. در تمام مسائل خداوند رفق را، سهولت را دوست دارد. و قال صلی الله علیه و سلم یسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. متفق علیه. یسر و سهولت را در میان بگذارید، نه سختی و مشکلات را. مردم را بشارت دهید، نه نفرت. الخلق الحسن، صاحب اخلاق حمیده. و اینک لعلی خلق عظیم، بهترین اخلاق را داری. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند و خالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذی. حدیث حسن. با مردم اخلاق خوبی، رویه خوبی را داشته باشید، یک معلم خوبی باشید برای مردم. و قال صلی الله علیه و سلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. رواه الطبرانی. حدیث حسن. کاملترین مؤمن در ایمانش کسی است که صاحب خلق نیکو باشد، اخلاق حسن را داشته باشد. اشتم الکرم. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اجود الناس بالخير. رواه البخاری. صاحب جود و سخاوت و کرم باشید، کریم باشید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم کریم بودند و خیرشان به هر کس می رسید. و مما رزقناهم ينفقون. و هر چیز را که به نصیبشان گشتاندیم آن را در راه خداوند صرف و انفاق می نمایند. یک کسی مال دارد، یک کسی وقت دارد و یک کسی علم دارد، یک کسی حیا و ادب و تربیه دارد، آن را در راه خداوند مهربان صرف می نماید به دیگران تا اینکه دیگران از او بیاموزند و استفاده کنند. نوم المظهر و النظافه. مظهر یک انسان و نظافت یک انسان بسیار مهم است. برای یک معلم لباس خوبی را بپوشه، پاک و پاکیزه باشد، برایش می زیبد که به شکل درست دیگران را همچنان به سوی نظافت و نزاکت و طهارت و مظهر خوبی دعوت نماید. و ثیابک فطهر. سوره المدثر. لباس های پاک را بپوش، لباس پاکی که مناسب باشد، بزیبد برای یک عالم دین، برای یک مربی، برای یک استاد، برای یک پدر، برای یک مادر در یک فامیل. همچنان رول معلم را، رهنما را دارند. والله يحب المطهرين. سوره توبه. خداوند دوست دارد هر آن کسی که پاک و پاکیزه باشد. لباس پاک، بدن پاک، موی پاک، دهن پاک، روی پاک و لباس های پاکتان را مراعات نمایید. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. سوره الاعراف. ای اولاد آدم علیه السلام، بهترین زینت، بهترین لباسی که البته لباس با ستر باشد، لباس نظیف و پاک باشد که برای شما بزیبد در وقت دخولتان در مساجد. قال صلی الله علیه و سلم ان الله جمیل يحب الجمال. رواه مسلم. خداوند جمیل است و جمال را دوست دارد. خداوند مقبول است، مقبولیت را دوست دارد، زیبایی و حسن را دوست دارد. خود را پاک نگاه کنید. دوم التواضع. با تواضع باشید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند و ما تواضع احد لله الا رفعه. رواه مسلم. هر کسی که تواضع داشته باشد خداوند او را رفعت می بخشد. و ما تواضع احد لله الا رفعه الله.
خداوند او را رفعت و عزت می بخشد. و قال صلی الله علیه و سلم ان الله اوحى الی ان تواضع، خداوند سر ما امر کرده، برای وحی کرده که متواضع باشید. یک معلم، یک استاد، یک مربی متواضع می باشد، از غرور خود را دور نگاه می کند. حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد، رواه مسلم. تا اینکه هیچ کسی سر هیچ کس فضیلت خود را بیان نکند و سر کسی تجاوز نکند و احترام مردم را مراعات داشته باشید، با تواضع باشید. برادران و خواهران مسلمان، در نقاط ذکر گردید به ارتباط مسائل منهج پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از لحاظ صفات یک مربی و یک معلم و اقوال خوبی و ارشادات خوبی که ذکر شد، ده مثال را ذکر کردیم و در قسمت دوم درس همچنان ده مثال دیگر را داریم و این مثال ها به ارتباط مسائل عملی و تطبیقی می باشه، بالخصوص از یک مربی و از یک معلمی که دیده می شود. با تلاوت چند آیت مبارک با هم یک جا گوش می گیریم، بعدا دوباره بر می گردیم و به درس خود ادامه می دهیم انشاءالله. لطفا با ما باشید. الأقربين واغفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل وتوكل على العزيز الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برادران و خواهران مسلمان، در قسمت دوم پروگرام خود هستیم و به ادامه درس خود منهج النبی صلی الله علیه و سلم فی التربیت و تعلیم می پردازیم. منهج پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، طریقه و اسلوب و هدی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در قسمت تربیه و تعلیم، روش مبارک تربیه او، ادب او و طرق یا منهج تدریس و تعلیم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و بیان دین اسلام برای امتش. و ده مسائلی که باقی مانده در قسمت دوم پروگرام، اکثرا مسائل عملی و تطبیقی می باشد انشاءالله. لطفا به مطالب پروگرام توجه داشته باشید. اولا، و من منهجه صلی الله علیه و سلم التمثیل بالید، از ضمن منهج پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در مسئله تربیه و تعلیم، اشاره به دست همچنان است، اشاره به دست خود می کردند. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. متفق عليه. مؤمن بمؤمن مانند يك ديوار بسته واري مي باشد. وپیغمبر صلى الله عليه وسلم بلا تشبيه بدست های خود اشاره کردن و انگشت های دست های خود را تیر و بیر کردن، به این اندازه، به این شکل مانند یک دیوال واری پیوند می باشند، مؤمنان با هم نزدیک می باشند. حدیث مبارک متفق علیه، از کتاب تربیت الاولاد فی الاسلام. وقال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، رواه البخاري. و
به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن من و هر کسی که کفالت یتیم را به دوش میگیرد مانند دو انگشت واری در بهشت نزدیک می باشیم. به دو انگشت مبارک خود به انگشت السبابه والوسطا اشاره کردند. از ضمن منهج پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم التمثیل بالید، به دست خود تمثیل می کردن، اشاره می کردن تا امت او به شکل درست مثال ها را بیاموزند. مثال می آوردن به دست خود همچنان حرکات آن را برای مردم توضیح می کردند. دوم، و من منهجه صلی الله علیه و سلم الرسم والایضاح، از ضمن منهج پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در مسئله تربیه و تعلیم و تعلیم بالخصوص در این نقطه مسئله رسم و توضیح دادن آن می باشد. رسم کشیدن بروی خاک. روى الامام احمد عن جابر رضی الله عنه قال، حضرت جابر رضی الله عنه روایت کرده فرمودند، كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، نزد پیغمبر صلى الله عليه وسلم نشسته بودیم، یا با کنار او، با جوار او، یا با او یک جا نشسته بودیم. فخط بيده في الارض خطا هكذا، بروی زمین با دست مبارک خود، با انگشت مبارک خود بلا تشبیه بروی زمین یک خط را کشیدن هكذا. و حضرت جابر رضی الله عنه آن را همچنان تمثیل کردن به این شباهت، هكذا بلا تشبیه خط را بروی زمین با انگشت مبارک خود کشیدند. فقال هذا سبیل الله، و فرمودن که این راه مستقیم، راه خداوند مهربان می باشد. و خط خطین عن یمینه و خطین عن شماله، و دو خط را به طرف راست آن کشیدند و دو خط دیگر را به طرف چپ آن کشیدند. قال و قال هذه سبل الشیطان، و فرمودن که این راه های شیطان می باشد. ثم وضع يده في الخط الاوسط، بعدا دست مبارک خود را در خط وسط گذاشتن که فرموده بودن که خط مستقیم یا راه صراط مستقیم راه خداوند مهربان می باشد. بلا تشبیه دست مبارک خود را سر خط وسط گذاشتن و آیت مبارک 153 سوره الانعام را تلاوت کردند. و ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ان صراطي مستقيم يا راه مستقيم من مي باشد از آن پیروی نمایید. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، و پشت راه های دیگر نگردید که شما را مانع میشه، راه های شیطانی است، از راه خداوند شما را مانع میشه و شما را دور نگاه میکند. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، از ضمن وصیت های خداوند مهربان و تعلیم درست می باشد برای کسانی که ممکن پرهیزکار و با تقوا گردند. سوم، الفعل تطبیقی، فعل تطبیقی که آن را عملا انجام داده اند. ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور، اي الوضوء. شخصی آمد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و سوال کردند که رسول الله چطور وضو کنم، طهور طهارت چطور وضو کنم. فدعا رسول الله صلی الله علیه و سلم بماء فی اناء، پیغمبر صلی الله علیه و سلم آب را خواستند در یک ظرف. فغسل کفیه ثلاثا حتى استوفى، دستهای مبارک خود را سه مرتبه شستند به شکل درستی و مکملی. ثم قال فمن زاد عن هذا او نقص فقد تعدى و ظلم، نه اضافه کنید نه کم کنید، به اندازه معین سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است که دستهایتان را سه مرتبه بشویید. از دستهای خود بلا تشبیه آغاز کردن، بعدا تمام وضو را برایش تشریح کردن. فعل تطبیقی یک معلم و یک مربی که برای امت خود آن را تدریس و تعلیم و بیان کردن. حدیث مبارک تا به آخر آن رواه ابو داود و النسائی و ابن ماجه. چارم، الموعظه بانتهاز المناسبه، تحدث في الجنازه عن الجنازه، و صحبت کردن و موعظه و نصیحت کردن در جای مناسب، زمینه را مناسب دیده، وقت را مناسب دیده،
راجع به آن موضوعی که است صحبت می کردن. مانندی که مثال آورده می شود در وقت جنازه راجع به جنازه صحبت می کردند. در روزهای عید به ارتباط عید صحبت می کردند. در روزهای رمضان به ارتباط روزه گرفتن به ارتباط رمضان صحبت می کردند. و ارشادات دین مبارک اسلام را همیش تشریح می کردند. ارشادات را به مردم اظهار می کردند. اما در هر مناسبت راجع به آن مناسبت همچنان صحبت می کردند. الموعظت بالالتفات الى الاهم، راجع به مسائل مهمی که می بود اول مهم را ذکر می کردند. طور مثال در حدیث مبارک ذکر می کردد که بنی الاسلام على خمس، اسلام پنج بنا دارد و آن را تشریح می کردند که کلمه است، نماز است، زکات است، روزه است، حج است. به ترتیب آن را ذکر می کردند. چیزی که مهم می بود مهم را اول ذکر می کردند. الموعظه باظهار المحرم الذي ينهى عنه، و مسائلی که حرام یا تحریم آن ذکر می شد همچنان اسباب آن را ذکر می کردند برای مردم. اسباب تحریم را و محرم بودن آن مسائل را برای مردم همچنان بیان می کردند. الموعظه بضرب المثل، یگان وقت مثال های خوبی را ذکر می کردند، مثال می آوردند. مثل المؤمن الذي يقرا القران كمثل الاترجه، مؤمنی که قرآن کریم را می خواند مانند میوه ای که شباهت با مالته دارد. کلمه الاترجه استفاده شده که ممکن نارنج باشد یا ممکن مالته یا میوه دیگری که به مالته شباهت داشته باشد، ممکن نارنج باشد. ریحها طیب و طعمها طیب، خوشبویی را دارد و همچنان خوراک آن، تذوق آن همچنان خوب است. مثال می آوردن مؤمنی که قرآن کریم را می خوانه مانند یک میوه که خوشبوی باشد و تذوق آن همچنان شیرین و خوب باشد، پسندیده باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای کسانی که ایمان آورده اید خود را و اهل بیتتان را از آتش نجات دهید. مسائل مهم را برای مردم توضیح و تشریح می کردند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای صغیر و برای کبیر ارشاد داده است، برای خرد، برای کلان. به طور مثال برای فرزند خردسال فرموده است یا غلام سم الله و کل بیمینک و کل مما یلیک، متفق علیه. ای غلام، ای پسر خردسال، نام خدا را یاد کن و از آن جایی که برایت نزدیک باشد طعام را میخوری. بسم الله گفته از جایی که به نزدت طعام نزدیک باشد از آنجا طعام را میخوری. و همچنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای کلون ها مسائل را تشریح میکردند. طور مثال ان امراه قالت للصبي لها، خانمی برای فرزند خود گفتند تعال اعطيك، نزد من بیا برای چیز را تقدیم میدارم. مادر برای طفل خود میگوید پیش ما بیا، یک چیز را برایت تقدیم میدارم، میدهم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خانم سوال کرد که ما اردتی ان تعطیه، در فکرت چی بود که برایش بدهی؟ ممکن فرزند خود را فریب دهی، نزدم بیا یک چیز برات میدهم، بعدا ممکن برایش ندهی. در فکر تو چی بود ای مادر که برای فرزند تقدیم داری؟ قالت اردت ان اعطیه تمرا، خواستم که نزدم بیاید برایش یک خرما دهم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن اما انک لو لم تعطیه شیئا کتبت علیک کذبه، اگر خرما را برایش تقدیم نمی کردی یا چیزی برای پسرت نمی دادی برایت دروغ نوشته می شد. ارشاد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای خرد، برای کلان، برای امتش همیش بوده. رواه ابو داود و البیهقی. مثال هفتم الاستماع الی الطالب، شنیدن یا گوش دادن برای شاگرد، برای متعلم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کرد از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه اقرا علیه، قرآن کریم را سر من بخوان. معلم از شاگرد سوال میکنه که بخوان قرآن را سر من بخوان. قال
اقرأ عليك و عليك انزل سرت قرآن کریم را بخوانم حال این که قرآن کریم سرت نازل شده یا رسول الله قال احب ان اسمعه من غیری بلی آرزو دارم که بشنوم قرآن کریم را از کسی دیگری و حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه صدای مقبول و تلاوت زیبایی را داشتند سوره النساء را تلاوت کردند هنگامی که به آیت 43 سوره النساء رسیدند فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهید چطور که بر روز آخرت به نمایندگی از هر امت پیغمبرش پیش ما به حضور ما استاد می شود و به نمایندگی امت تو پیش قدم می شوی ای محمد صلی الله علیه و سلم به نمایندگی امتت به نزد ما استاد می شوی فقال صلی الله علیه و سلم حسبک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمودند که کفایت است 43 آیت را خواندن برایش فرمودند که کفایت است فالتفت الیه ابن مسعود رضی الله عنه فاذا عیناه تذرفان حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه به طرف پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نظر کردند و اشک در چشم او جاری بود اشک از چشمش جاری بود یا در چشم او اشک دیده می شد به نمایندگی از امتت به حضور ما استاد می شوی ای محمد صلی الله علیه و سلم از کتاب الشمائل و حدیث مبارک متفق علیه مثال اشتم اعاده الكلام یگان وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم من حیث معلم و مربی منهج مبارک بود که یگان وقت صحبت های خود را کلمات خود را تکرار میکردند تا اینکه مردم آن را بفهمند امتش آن را بفهمند و درک کنند قال صلى الله عليه وسلم يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة أي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هر کسی که راضی باشد که خداوند پروردگار او باشد و اسلام دین او باشد و محمد صلى الله عليه وسلم نبی او باشد داخل بهشت میگردد فعجب لها أبو سعيد ابو سعید رضی الله عنه تعجب کردن این کلمات خوشش آمد فقال اعدها علی یا رسول الله ففعل و گفتن که یا رسول الله این کلمات را سر من تکرار کن پیغمبر صلی الله علیه و سلم آن را تکرار کردند من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا وجبت له الجنه ما هم منوبه خود میگوییم که راضی استیم که خداوند پروردگار ما است و راضی هستیم که اسلام دین ما است و راضی هستیم که محمد صلی الله علیه و سلم نبی و پیغمبر ما است خداوند ما را داخل بگردان در بهشت بهشت را به نصیب ما بگردان و رحمات خود را سر ما نازل بگردان یا رب العالمین حدیث مبارک رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة آيا مي خواهد كي محبب ترين تان را ومقرب ترين تان را بروز آخرة در مجلسا براي شما إظهار وبيان ونمايان بگردانم فأعادها مرتين أو ثلاثا دو مرتبة يا سي مرتبة إن سوال خود را کردند قالوا نعم يا رسول الله گفتن كي بلي يا رسول الله می خواهیم که بفهمیم که محبب ترین و مقرب ترین ما بروز آخرت در بهشت با تو کی می باشد یا رسول الله می خواهیم که بفهمیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که احسنکم خلقا هر آن کسی که اخلاق خوبی را داشته باشد کسی که صاحب رویه خوبی و اخلاق خوبی باشد در فامیلش در اجتماعش در وطنش در هر جای یک انسان خوبی باشد یک پدر خوبی یک مادر خوبی یک برادر خوبی یک معلم و مربی خوبی یک همسایه خوبی یک فرزند خوبی یک دختر خوبی یک انسان خوبی با شرافت کسی که صاحب اخلاق خوبی باشد یک شوهر خوبی یک خانم خوبی یک انسان خوبی احسنکم خلقا کسی که اخلاق خوبی را داشته باشد کسی که اخلاق خوبی را داشته باشد
ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فأعادها مرتين أو ثلاثا، دو مرتبة یا سه مرتبة فرمودن که آیا می خواهید که محبب ترینتان و مقرب ترینتان را در مجلسم به روز آخرت در بهشت برای شما معرفی نمایم؟ دو مرتبه یا سه مرتبه این سوال خود را تکرار کردن، گفتن که بله یا رسول الله، فرمودن که احسنکم خلقا، کسی که اخلاق خوبی را دارد. نوم الاسترسال فی الکلام و عدم الضجر، یگان وقت صحبت میکنیم با کسی که سوال کننده می باشه، رد و بدل کسی که با صبر و حوصله می باشد، خیر از پروانه دارد جملات او را دیده و سوال را به شکل درست جواب می دادند. صحبت می کردن با اصحاب کرام خود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که علی کل مسلم صدقه، هر مسلمان سر صدقه می گردد، باید که صدقه خود را تقدیم دارد. سوال شد که یا رسول الله، اگر کسی چیزی را نداشته باشد، فرمودن که کار کند، زحمت بکشد، به دستهای خود کسب حلال، کار حلال، نفقه حلال را به دست خود بیاورد و آن را در راه خداوند مهربان صرف نماید. گفتند که رسول الله، اگر کسی نتواند، فرمودن که پس کمک نماید با کسی که از لحاظ معنوی ممکن به کمک ضرورت داشته باشد، دردهای مردم را تداوی می کنید، با مردم غم شریکی می کنید، مردم را رهنمایی می نمایید. شرط نیست که از لحاظ مالی کمکتان برای کسی برسد، ممکن از لحاظ معنوی همچنان کمکتان برای کسی برسد. سوال شد که رسول الله، اگر کسی توان آن را هم نداشته باشد که نه از لحاظ مالی نه از لحاظ معنوی کمکش برای کسی برسد، فرمودن که پس امر کنن به معروف، به کارهای خوب، و شرش برای کسی نرسد برای صدقه حساب می شود. شر زبانتان، شر دستتان برای کسی نرسد، مردم را اذیت نکنید. رواه البخاری و مسلم. و شاهد صحبت این که کسی که سوال می کرد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم جواب می دادند، با صبر و با حوصله بودند. مثال دوم و آخر در درس امروزه به ارتباط منهج پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در قسمت تربیه و تعلیم امتش. اظهار المواهب لدى الامه، اظهار استعداد، موهبت، کسی که استعداد را می داشت آن را پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشویق می کردند، اظهار می کردند، بیان می کردند، بیان استعدادهای امتش. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ارحم امتی بی امتی ابو بکر، با رحمت ترین امت ما سر امت من ابو بکر می باشد، و اشدهم فی امر الله تعالی عمر، و شدیدترین آن در امر خداوند در مسائل عبادات و طاعات حضرت عمر رضی الله عنه می باشد، و اشدهم حیاء عثمان، و عثمان ابن عفان رضی الله عنه صاحب حیائی بیشتر از امت من می باشد، و حضرت علی رضی الله عنه در قسمت قضاوت بین مردم بهتر می باشد. استعدادهای اصحاب کرام خود را ذکر می کردن. و عالمترین امت من در مسئله حلال و حرام معاذ ابن جبل رضی الله عنه می باشد. در قسمت علم مواریث، علم میراث، زید ابن ثابت، و همچنان حافظ قرآن کریم و جامع قرآن کریم حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنه است. و قاری امت من ابی ابن کعب رضی الله عنه است. و هر امت برای خود امین دارد، و امین امت من ابو عبیده ابن الجراح می باشد. و آسمان سایه نکرده و بروی زمین کسی را نرفته، بروی زمین زیر آسمان کسی را نرفته که صادق تر باشد در صحبتش، در لحجهش، از ابی ذر الغفاری رضی الله عنه کرده. شباهت داشت با عیسی علیه السلام در ورع، در تقواداری و پرهیزکاری و خلوص نیت. حضرت عمر رضی الله عنه فرمودن که رسول الله، این صفت ابو ذر الغفاری که بروی زمین تحت آسمان صادق ترین انسانی که را رفته،
آیا این صفت را برای ما اجازه است که برایش اظهار نماییم یا رسول الله؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که بله، کسی که استعداد خوبی را داشت او را تشویق نمایید و برایش اظهار نمایید. رواه احمد و ترمذی عن انس رضی الله عنه. برادران و خواهران مسلمان، آرزو دارم که از این درس استفاده حسن همه ما شما صورت بگیرد انشاءالله. تا روز چهارشنبه آینده با شما خدا حافظی می نمایم انشاءالله. در حفظ و امان خداوند رحمان و رحیم باشید. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.